جهانی که در اون جاذبه های دو دنیایی که نزدیک هم دیگه هستن روی هم دیگه اثر میذارن و جهان بالا برای مردم پولدار و جهان پایین هم برای بدبخت بیچاره هاست و مردم این دو دنیا اجازه زندگی در دنیای همدیگه رو ندارن. اما اینطوری پیش میاد که یه پسر از دنیای زیرین عاشق دختری از دنیای بالا میشه. چه سرنوشتی در انتظار این زوج هستش؟ تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشی. فیلم با صدای یه راوی شروع میشه که داره برامون توضیح میده که تو این دنیای تخمی تخیلی که دارن توش زندگی میکنن دو تا نیروی جاذبه وجود داره. تو این دنیای دو تا سیاره اینقدی به هم نزدیکن که این یکی آسمون اون یکی محسوب میشه. دیگه اینجوری هیچ کس نمیتونه بره رو پشت بوم و لخ بشه، چون که همه میتونن ببیننت از اون پایین. برای سیاره بالای اینطوری به نظر میرسه که سیاره پایینی برعکس هستش. اینا بخوام با اون یکی که اون بالا هستن صحبت کنم فکر کنم گردن درد بگیرن لامصب. خلاصه نیروی جاذبه برای همه شهروندای هر دو سیاره اعمال میشه، یعنی هیچ کس نمیتونه بره به سیاره اون یکی، چون که نیروی جاذبه بهش این امکان رو نمیده. این وسط سه تا قانون داریم. یکی این که همه اجسام فقط روی یه جاذبه اعمال میشن، یعنی تو هر جای به وجود اومده باشن جاذبه اونجا رو دارن و تا ابد هم همینطوری هستش، قرار نیستش که تغییر بکنن. جاذبه هر شی میتونه برعکس بشه با استفاده از یه ماده به اسم ماده معکوس. سوم هم این که بعد از چند ساعت که شی از ماده معکوس استفاده میکنه اون شی آتیش میگیره. به دنیای بالا میگن بالا شهر و زعفرانی و اینجور چیزا، به دنیای پایین هم میگن نظام آباد دیگه. حالا شوخی میکنم البته. بچه های نظام آباد خواهشن نیم بگیر ما رو خف کنید بزنید ها. همون بهشون میگن بالا شهر و پایین شهر خودمون. همونطور که معلومه از شکل و قیافه این شهرها، بالا شهری ها پولدارن و هر روز هم با ماشین میرن دور دور و خلاصه گلچرخ و از اینجور حرفا. پایین شهری ها بنده خدا هم فقیرن و حتی دوچرخه یاماها هم ندارن برن باش دور بزنن. نامستم هر چقدر هم بخوام توضیح بدم تمومی نداره، خودتون دیگه گرفتید دیگه منظورمو. یه قانونی هم هستش که اگه که افرادی از این دنیا بخوام وارد اون یکی دنیا بشن شدیداً مجازات میشن. این وسط تنها جایی که دو دنیا میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن یه ساختمونه که دو دنیا رو به هم دیگه وصل میکنه و اسمش ترانس ورلد هستش. این ترانس ورلد جایی هستش که کارهای دفتری انجام میدن و تحقیقات میکنن. صدای راوی که الان من هستم و توی فیلم یه کس دیگه هستش داره توضیح میده، یه بچه است به اسم آدام. آدام پسر یتیمه که ساکن پایین شهر و از موقعی که والدینش توی آتش سوزی فوت کردن توی یتیم خونه زندگی میکنه. تنها فامیلی هم که ازش مونده عمه بزرگش بکیه که آدام آخر هفته بهش سر میزنه. آدام عاشق پنکیک های پرنده عمشه. یکی از روزا که آدام رفته خونه عمش، بکی به آدام دستور پخت سری پنکیک هاشو میگه که شامل گرده زنبور صورتی میشه. این زنبور و گرده هاشون رو از جفت دو دنیا جمع میکنن و فقط هم توی کوهستان پیدا میشن. همچنین بکی کتاب مخصوصش که همه اینا رو توش نوشته رو به آدام نشون میده و قول میده که وقتی آدام بزرگ شد بددش به اون. آدام میره به کوهستان و از یه درخت بالا میره، اینقدر به سطح بالا شهر نزدیک میشه که میتونه اونایی که روی پشت بوم کفتر بازی میکنن هم ببینه. حتی بعد از اون موشک کاغذیشو میفرسته سمت بالا شهر، یه دختر بچه از اون ور موشک رو برمیداره و آدام رو میبینه. اونا برای هم دیگه دست تکون میدن و آره دیگه، اینقدر من رفتم جلو مدرسه دخترونه هیچکس بهم پا نداد، این جغل بچه رفتش سر کوه، اونم با یه دونه موشک کاغذی مخصد. ای خدا. سالها میگذره و حالا میبینیم که آدام بزرگ شده و با اون دختر یعنی ادن دوست شده و از اون روز به بعد هر روز همدیگر رو توی اون نقطه کوه ملاقات میکنن. امروز هم مثل همیشه آدام منتظر ایدنه و وقتی که دختره سر کلش پیدا میشه، آدام یه تناب میفرسته سمتش و میکشوندش سمت پایین شهر. بعد از اون آدام ایدن رو کول میکنه و با همدیگه جنگل رو مثل دو کفتر عاشق میگردن تا اینکه صدای شلیک نگهبانا رو میشنون. اونا سری برمیگردن به کوه و آدام شروع میکنه به برگردوندن ایدن به سمت بالا شهر، چون که اگه که ببیننشون دیگه پدرشون رو در میارن. ولی یکی از اون نگهبانا به آدام شلیک میکنه، پسر بدبخت میفته روی زمین و تناب از دستش در میره. ایدن هم بنده خدا با کله میخوره سمت خودشون و خونریزی میکنه. خلاصه نگهبان آدام رو زندانی میکنن و خونه بکی رو هم آتیش میزنن. میریم به 10 سال بعد. آدام حالا برای خودش مردی شده و پیش صاحب کارش آلبرت توی مکانیکی کار میکنه. برعکس من و شما که نشستیم ساعت بیکاریمون توی یوتیوب میپلکیم و اینستاگرام رو اسکرول میکنیم، آدام داره یه چیزایی یاد میگیره. آدام با استفاده از فرمول گرد زنبور عمش روی محصول آرایشی بهداشتی کار میکنه که باعث جوانسازی پوست میشه، ولی محصولش فقط برای چند ثانیه کار میکنه و نتیجه نداده و لوازم لازم برای تکمیل فرمول این محصول فقط توی بالا شهر پیدا میشه. یکی از روزا آدام ایدن رو توی تلویزیون میبینه و از اینکه زنده است از خوشحالی بال در میاره و میفهمه که ایدن توی ترانس ورلد کار میکنه.
پسرم که بعد از اون اتفاق ایدن رو ندیده سری میره توی ترنسفورد استخدام میشه تا پیش دوست دخترش باشه. اینجوری هم میتونه نزدیک ایدن باشه هم که بتونه روی محصولش کار کنه. خوبه دیگه، یه جوری هم فال هم تماشا. روز اول کارش توی ترنسفورد آدم از دم و دستگاهی که دارن پشماش ریخته و میفهمه که طبقاتی که علامت مثبت دارن برای بالا شهری‌ها و طبقاتی با عدد منفی هستن برای پایین شهری‌ها. این وسط آدم توی طبقه کار میکنه که از هر دو سمت کارمندهاش معلوم هستن. بعد از اون شروع به کار میکنه، مسئولا برای شکن ماده معکوس میارن و میذارنش توی یخچال تا آتیش نگیره. البته فقط برای مقاصد کاری و به آدم میگن که اگه که از ماده معکوس استفاده شخصی بکنی میندازیمت زندان. از اون ور ایدن رو میبینیم که توی مرکز درمانی و داره توضیح میده که حافظش رو از دست داده و چیزی قبل از اون اتفاق رو یادش نمیاد. صبح روز بعد آدم سر کار با باب همکارش که توی بالا شهر حرف میزنن و ازش میخواد که کاری کنه که ایدن رو ببینه. باب هم قبول میکنه. چند روز میگذره و آدم کرمی که ساخته روی سگ اعمال میکنه و به کله گنده های شرکتشون نشون میده. اونا هم خوششون میاد و به آدم فرصت میدن تا بیشتر کار کنه و تاثیر کرم رو شاید بتونه طولانی تر بکنه. یکی از روزا آدم که تا دیر وقت توی ترنسورد کار میکنه و هیچکس از همکاراش هم اونجا نیستش، یواشکی از میزش میره بالا و با برداشتن گوشی میز باب خودشو جای باب جا میزنه و با ایدن قرار میذاره. روز بعد آدم توی کارگاه با کمک آلبرتو رفیقشون پابلو یه لباس برای آدم درست میکنن که با استفاده از ماده معکوس باهاش بتونه توی بالا شهر راه بره، ولی زیاد وقت نداره چون که ماده معکوس کم کم میسوزه. فرداش آدم میره سر کارو توی اتاق خلوت اون لباس رو میپوشه و جاذبش برعکس میشه و میتونه روی بالا شهر راه بره. آدم که زیاد وقت نداره سری میره به طبقه ای که ایدن توش کار میکنه و به محض دیدنش باهاش حرف میزنه، ولی ایدن چیزی از گفته های آدم یادش نمیاد. من و تو جنگل تناب، برو بابا خدا روزی تو جای دیگه بده. همون لحظه یکی از همکارهای ایدن به آدم درباره فراموشی ایدن میگه. ماده معکوس شروع میکنه کم کم به سوختن و آدم سری میره سرویس بهداشتی تا با کمی آب سوختنش رو کمتر بکنه. بعد از اون سالار رو در میاره و شروع میکنه به تخلیه کردن آب پرتقالش، ولی آب پرتقالش به سمت سقف میریزه و مستقیم میره توی سیستم حریق. همون لحظه آژیر به صدا در میاد و مامورا میان ببینن که چی شده، ولی آدم موفق میشه که فلنگ رو ببنده. بعد از اون برمیگرده خونه و آلبرت و پابلو در حالی که دارن به سوختگی آدم وازلین میمالن بهش میگن که این دختر آخر عاقبت نداره داداش، بیا ولش کن، من میام برات همین دختر همسایه رو میگیرم قال قضیه رو بکن. ولی آدم مثل آدامس میمونه و چسبیده به این دختر رو سیخ کرده براش. روز بعد توی شرکت رئیسشون میاد و اسم کسایی که قرار اخراج بشن رو اعلام میکنه و باب بین اون اسامی هستش. بعد از اینکه همه شرکت رو ترک میکنن باب یه بسته میده به آدم که داخلش کارت ورود به شرکت، یه نوار از آهنگای مهستی عزیزمون و یه سری خرت و پرتای دیگه هستش. کمی بعد که آدم تنها میشه ایدن به گوشی باب زنگ میزنه و میگه که میخواد ببیندش. آدم هم که توی کونش عروسیه با ایدن توی رستوران قرار میذاره. بنابراین فرداش آدم دوباره لباس مخصوصش رو میپوشه و با کارت باب میره بالا شهر. بعد از اینکه نیم ساعت همینطور به در دیوار زل زدن میره به رستوران و ایدن رو میبینه. از همون اول قرار آدم سعی میکنه که کاری کنه که ایدن بچگیاشون رو یادش بیاد، ولی از اصرار زیاد ایدن ناراحت میشه و میخواد بره. آدم متقاعدش میکنه که بمونه و با هم دیگه بیشتر حرف بزنن. این وسط دوباره لباس آدم شروع میکنه به سوختن و کون آدم داره میسوزه و باید سریعتر برگرده به پایین شهر. قرارشون که تموم میشه یه قرار دیگه میذارن که بعدن دوباره همدیگه رو ببینن و به محض اینکه ایدن از اونجا میره آدم با کله میپره توی دریا تا خنک بشه. به محض اینکه ماده معکوس تاثیرش رو از دست میده آدم از اون دریا میفته توی دریای پایین شهر و برمیگرده خونه، ولی سرما میخوره. از اون طرف ایدن داره کم کم خاطرات بچگیش رو یادش میاد. روز بعد سر کار فرمول کرم آدم تکمیل شده و آدم نتیجه رو روی خانم محسن توی سالن نمایشگاه بزرگ به همه نشون میده. بعد از دیدن نتایج خارق‌العاده‌اش همه براش دست میزنن. ایدن همون وسط وارد سالن میشه و میگه که باب تو مگه بالا شهری نبودی؟ آدم هم که خودش جای باب جا زده بود یادتون باشه میگه شرمنده خانم اشتباه گرفتی. ایدن که گیج شده سالن رو ترک میکنه و بعد از نمایش آدم به سرعت لباسش رو میپوشه و میره دنبالش، ولی نمیتونه که بهش برسه و دیگه کارت باب هم عمل نمیکنه چون که بنده خدا اخراج شده. آدم این وسط لو میره و ماموران به دنبالش. اون میره به خونه باب و ازش کمک میخواد. باب بنده خدا راش میده توی خونه و بهش لباسی که خودش طراحی کرده رو میده، لباسی که حتی توی طولانی مدت هم نمیسوزه. بعد از اون آدم به باب جادوی گرده صورتی رو نشون میده و باب میگه که میترسه ترنسورد از این فرمول استفاده های خطرناکی بکنه، ولی آدم میگه که فرموله رو لو نداده و فقط و فقط خودش میدونه که اون فرمول چی هستش. با پوشیدن لباس باب آدم میره به رستوران و ایدن رو میبینه.
ایدن بهش میگه که کم کم داره خاطراتش یادش میفته. دو نفره بالاخره همدیگر رو میبوسن. ولی قبل از اینکه بتونن بیشتر شیطونی کنن و یه قرمه سبزی بار بذارن، پلیسا از راه میرسن و آدام فرار میکنه. بعد از چند ساعت آدام میرسه به نوک قله و منتظر ایدن میشه و وقتی که ایدن از راه میرسه، آدام و ایدن توی آغوش همدیگه توی آسمون بالا شهر پرواز میکنن که پلیسا دوباره میافتن دنبالشون. اینا لامصب از گشتر شدن بدترن خدایی. اونا میخوان فرار کنن ولی موفق نمیشن و آدام میفته توی پایین شهر. ایدن دستگیر میشه. نه ترسید بابا، آدم هیچیش نشده. با لباسی که داشتش روی درخت فرود اومد و یه خطم روش نیفتاده. از اون طرف باب روی فرمولی که آدم بهش نشون داده آزمایش میکنه، موفق میشه که محصولی بسازه که باش پایین شهریا میتونن به راحتی توی بالا شهر قدم بزنن و هر جسمی بتونه با هر جاذبه‌ای مطابقت داشته باشه. ولی این وسط ها ایدن در خونش رو میزنه و ازش کمک میخواد. خلاصه آدم که از همه چیز ناامید شده و هر روز داره سیاوش قمشی گوش میده، توی کارگاه نشسته تا اینکه باب وارد کارگاه میشه و آدم از دیدنش پشماش ریخته. باب میگه که با تکمیل کردن فرمول تونسته بیاد به پایین شهر و دیگه نیازی به ماده معکوس نیستش. همچنین میگه که یه قرار هم با ایدن براش شروع کرده. آقا واقعا دمش گرم خدایی، از باب مشتی‌تر تو زندگی ندیدم. البته یه رفیق داشتم توی راهنمایی هر چقدر تقلب می‌خواستم بهم میرسون، اونم خدایی خیلی مشتی بود. کمی بعد ایدن و آدم توی پایین شهر همدیگه رو میبینن و ایدن به آدم میگه که با بچه‌ش باردار هستش. ها چی شد؟ اینا کی وقت گردن از این کارا بکنن؟ لامصب اصلا چطوری اینجوری شد؟ یعنی آدم سر قطار رو برعکس وارد تونل کرده، یعنی که تونله برعکس بوده؟ من که نفهمیدم، گیج شدم. آخر فیلم هم میبینیم که هر دو تو دنیا با هم دیگه ترکیب شدن و اختلافات طبقاتی از بین رفته. احمدی نژاد هم دوباره رئیس جمهور شد و همه چیز گل و بلبل لامصب. نتیجه اخلاقی فیلم هم میخواییم بشاشید، سرشو بگیرید پایین بشاشید.